سلام دوستان عزیزم امیدوارم که حالتون خوب باشه از من خواسته بودین که ویدیوها و جملاتی رو آموزش بدم که سطحشون بالاتر هست توی این ویدیو چهل جمله رو با هم کار میکنیم که لول بالاتری داره و در این حال برای همه سطوح هم مناسبه یعنی شما سطح صفر باشی پایه باشی متوسط یا پیشرفته میتونی از این ویدیو استفاده بکنی قبل از اینکه شروع کنیم حتما کانال رو سابسکرایب کن که ویدیوهای دیگر رو از دست ندی جمله رو ببین میگه چون کل شب و بیدار مونده بودم نتونستم در طول سخنرانی توجه کنم خب میخوام این جمله رو به انگلیسی بگم ما در 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 واقع در طول این ویدیو هم داریم لغت یاد میگیریم هم جمله سازی هم نکات گرامری و خیلی چیزهای دیگه یعنی فقط بحث جمله سازی و مکالمه نیست شما در واقع دارید به طور همزمان چندین مهارت رو تمرین میکنید و یاد میگیرید خب این جمله میشه Because I had stayed up all night I could not focus during the lecture Because I had stayed up all night Stay up یعنی بیدار موندن میگه که چون که من stayed up had stayed up all night I couldn't focus during the lecture نتونستم در طول لکچر حالا لکچر معنی مختلف داره معنی مثلا ارائه میده معنی سخنرانی میده اونجا سخنرانی معنی میکنه I couldn't focus during the lecture During تلفظ امریکن هست During تلفظ بریتیش هست جمله بعد بیشتر دانش آموزان این مدرسه بعد از فارغ و تحصیلی به کالج میرن The majority of students at this high school go to college after graduation. The majority of students. Majority به معنی اکثریت یا بیشتره. اکثریت دانش آموزان. The majority of students. اکثریت مردم. The majority of people. اکثریت معلمان The majority of teachers پس این کافیه که شما خودت با استفاده از این ترکیب این جمله جملات دیگه بسازی هدف این نیست که فقط این جمله رو حفظ بکنی این جمله رو یاد بگیر تو ذهنت داشته باش اما بیا باهاش تمرین کن یه دفتری داشته باش اینا رو بنویس و جملات مختلف The majority of students at this high school go to college after graduation graduation به معنی فارغ و تحصیلی کلاس ادبیات انگلیسی یه چالشه اما فکر کنم قبول میشم منظورش اینه که کلاس سختیه My English literature class is a challenge but I think I will pass My English literature class is a challenge but I think I will pass پس به معنی قبول شدن پاس شدن جمله بعد ساعت 6 و 45 دقیقه اون 5 مایل دور محلشون دوید خب محل تو انگلیسی میشه neighborhood neighborhood at 6:45 at 6:45 he ran 5 miles around his neighborhood he ran 5 miles around his neighborhood اون یه همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده تو رستوران فسفودی سفارش داد. She ordered a hamburger and fries at the fast food restaurant. ما به رستورانی که فست فود سرو میکنه میگیم فست فود رستوران. فست فود رستوران. She ordered a hamburger and fries at the fast food restaurant. به تلفظ این کلمه دقت کنه میگم همبرگر ببین همبرگر 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 she ordered a hamburger and fries at the fast food restaurant جمله بعد هواپیما ها این قابلیت رو به انسان ها میدن که مسافت های طولانی رو سریع سفر کنن ببین سعی میکنیم جملات مختلف موضوعات مختلف هم عمومی هم تخصصی تر Airplanes enable humans to travel long distances quickly. بچه کلمه که enable یعنی قابلیت دادن امکان در واقع امکان پذیر کردن Airplanes enable humans to travel long distances quickly جمله بعد بپرس آیا ساعت داری یا نه جواب بده نه اون ساعت نداره ask if she has a clock no she hasn't got a clock ask if she has a clock پس ما حتمی میگیم بپرس آیا آره یا نه میگیم ask if ask if she has a clock no she hasn't got a clock معمولا اون کارش رو ساعت شیش و صبح شروع کنه پس ساعت پنج بیدار میشه Usually he begins work at 6.30 a.m. So he wakes up at 5 a.m. ببین Usually he begins work at 6.30 a.m. So he wakes up at 5 a.m. من باید برم به پمپ بنزین الان چون ماشینم داره بنزین تموم میکنه. I need to go to a gas station now because my car is running out of gas. My car is running out of gas یعنی ماشینم داره بنزین تموم میکنه. مثلا میگیم که we are running out of sugar یعنی شکرمون داره تموم میشه داریم شکر تموم میکنیم یا یعنی اینکه we are running out of rice برنجمون داره تمام میشه یا we are running out of time زمانمون we are running out of money پولمون i need to go to a gas station now because my car is running out of gas بچا ویدیویی که اینجا واساتون پیشنهاد میدم رو حتما تماشا بکنید فوق العاده میتونه بهتون کمک بکنه برای اینکه بتونید جملات بهتری بسازید آموزش جمله سازی هست اگر که تا الان این ویدیو رو ندیدین حتما تماشا بکنید جملات پیشرفته جملات ساده تر همه چیز رو بهتون آموزش دادم بریم جلوتر میگه که من این آهنگ رو مرتب از رادیو میشنوم و الان دیگه دوستش ندارم دقت کنید I keep hearing that song on the radio and now I don't like it anymore خب anymore یعنی دیگه I don't like it anymore دیگه دوستش ندارم حالا نکته ای که اینجا هست اینه I keep hearing that song دقت کن keep به اضافه یک فعل ing منظور کاریه که شما همش انجام میدی مثلا اینجا میگه I keep hearing یعنی اینکه من همش گوش میکردم همش میشنیدم البته اینجا hear هست من یه گوش دادن نمیده که با دقت میگه میشنیدم فقط فقط یه آهنگو میشنیدم I keep hearing that song پس وقتی که میخواییم میگیم یه کاری رو مرتب انجام میدادیم از keep ing استفاده میکنیم یا مثلا میگیم که I keep watching that movie on TV یعنی من همشون اون فیلم رو تلویزیون میدیدم یا میبینم البته میدیدم نه میبینم زمان حال هست I keep hearing that song on the radio and now I don't like it anymore جمله بعد جک معمولا با اتوبوس نمیره مدرسه بیشتر وقتا با دوچرخه میره دقت کنید جک doesn't usually take the bus to school most days he bikes most days he bikes he bikes یعنی اون با دوچرخه میره دوچرخه سواری میکنه پس ما وقتی که میخوایم از عبارت در واقع در مورد وسایل حمل و نقل صحبت بکنیم از تیک استفاده میکنیم برای قطار برای مترو برای اتوبوس برای تاکسی تیک the bus take the train تیک take the تاکسی take تیک bus دیگه چی take the subway take the subway یعنی مترو Alright, یه بار دیگه جک doesn't usually take the bus to school most days he bikes. دویدم به سمت شرکت پست قبل از اینکه ببنده تا برای پدرم یه نامه مهم پست کنم دقت کن میگم I ran to the post office before it closed to send my father an important letter I ran to the post office before it closed قبل از اینکه ببنده to send my father an important letter important letter یعنی یک نامه مهم حتی دیگه کسی اداره پست نمیره دیگه ایمیل و اینا استفاده uh, با وجود اینکه گرانش روی ماه وجود داره اما خیلی ضعیف تره even though gravity exists on the moon it is much weaker Even though یعنی با وجود اینک Even though gravity گرانش exists on the moon وجود دارد روی ما It is much weaker خیلی ضعیف تره It is much weaker پدر و مادرم وقتی که من هنوز تکلیف دارم اجازه نمیدن تلویزیون ببینم My parents will not let me watch TV when I still have homework. My parents will not let me watch TV when I still have homework. خب ببین اینجا still برای تاکید می وقتی که هنوز تکالیفم مونده. حالا ممکنه که قبلا تکالیفش بخش انجام داده باشه، بخش انجام نداده باشه. پس هنوز تکلیف داره بنابراین اینجا از still استفاده میکنه برای اینکه منظورش رو بتونه بهتر برسونه اینها خاصیت قیدها ها هستن قیدها ها برای همین میاد که شما بتونید جملات رو واضح تر بیان کنید با اینکه کارشناس هواشناسی گفت برف میاد من شک دارم من میگم برف نمیاد Even though the weatherman says it will snow, I doubt it. I doubt him. I doubt him. یعنی من بهش شک دارم. من به حرفش شک دارم. Even though با وجود اینکه the weatherman یعنی کارشناس هوا هواشناسی says it will snow I doubt him من آرزومه که مشهور بشم اون چطور؟ آیا آرزو داره که مشهور بشه؟ دقت کنید I wish to be famous How about her? Does she wish to be famous? دقت کن I wish to be famous من میخوام من آرزو دارم I wish to be famous How about her? اون چی؟ Does she wish to be famous? دقت کن تلفظ رو نمیگم Does she میگم Does she Does she wish to be famous? ما یه روز در میون سیب میخوریم دیروز سیبی نخوردم We eat apples every other day. Yesterday I didn't eat an apple. We eat apples every other day. Every other day یعنی یه روز در میان. Yesterday I didn't eat an apple. من دیروز سیبی نخورم. پس امروز باید سیب بخوره دیگه. دیروز نخورده امروز میخوره. کره بادوم زمینی رو, رو روی نون مالیدم تا ساندویچ درست کنم. ساندویچ کره بادوم زمینی میخواسته درست کنه. I spread peanut butter on the bread in order to make a sandwich. بچه ها کلمه spread spread خب معنی پخش کردن میده حالا وقتی که ما مثلا داریم ساندویچ درست میکنیم معنی اونم معنی پخش کردن میده یا مثلا میگیم کره رو بمال به نون یعنی نون رو پر از کره کن بپوشونش نون رو از کره پس اینجا ما از فعل spread استفاده میکنه I spread peanut butter کره بادوم زمینی on the bread in order to make a sandwich جمله بعدیمون دیدن مادرم برای اولین بار در دو سال خنده ای روی صورتم آورد Seeing my mother for the first time in two years brought a smile to my face seeing my mother for the first time in two years broad a smile to my face brought میدونید گذشته یه فعل bring هست bring آوردن broad آورد چی آورد؟ brought smile کجا؟ to my face به روی صورت هم آورد عبارت بعدی اگه مقدار جنگ هایی که انجام میدیم و کاهش بدیم دنیا جای بهتری میشه این جملاتی که واقعا همه جا میشه استفاده کرد مثلا شما توی آزمون آیلتس رفتین موضوعی که دارین در موردش صحبت میکنه مثلا این جنگه به شما میگه که مثلا نظر در مورد جنگ هایی که تو دنیا چیه خیلی راحت میتونی از این جملاتی که مثلا اینجا داریم استفاده بکنی و حتی همونایی هم که مربوط نیست رو بازم ربط بدی یه جورایی If we reduce the amount of wars we fight the world would be a better place if we reduce کاهش دادن reduce if we reduce the amount of wars we fight یعنی جنگ هایی که می جنگیم توش wars war به معنی جنگ fight یعنی جنگیدن the world would be a better place دنیا جای بهتری خواهد بود بسا تا اینجا حتما کانال رو سابسکرایب بکنید اگر که این کارو نکردین کلی مطالب آموزشی مفید و فوق العاده اینجاست برای دوستانتونم به اشتراک بذارید و برای اینکه من انرژی بگیرم ویدیو رو لایک بکنید مرسی ازتون کوین عاشق ساخت وبسایت اون آخر هفته وبسایت میسازه خب. Kevin loves to build websites. He builds websites on the weekends. برای کلمه وبسایت ما میتونیم از make یا build استفاده کنیم. Kevin loves to build websites. He builds websites on the weekends. کیفیت کت خیلی پایینه و هیچ سیاست مرجوی کالایی هم وجود نداره. خب دقت کن. میگیم the ببخشید. The jacket's quality is very low and there is no return policy. Return یعنی بازگشت. return policy یعنی سیاست بازگشت منظور همون سیاست مرجو کردن کالاه The jacket's quality is very low and there is no return policy جمله بعد آخرین باری که پدر بزرگ و مادر بزرگت رو دیدی کی بود؟ همین هفته پیش آها very good When was the last time you visited your grandparents? Just one week ago When was the last time you visited your grandparents? Just one week ago. <laughs> Does your roommate want to see the music video? No, she's already seen it. Does your roommate want to see the music video? No, she's already seen it. نه اون قبلا دیده. Already به معنی قبلا. ما توی جنگ جنگیدیم تا آزادی رو برای همیهنانمون تضمین کنیم. دقت کنید. We fought the war. Fought گذشته ی fight. We fought the war to ensure freedom for our country's citizens. سیتیزنز به معنی شهروندان هست اما اینجا چون گفته کانتریز سیتیزنز میگیم که همیهنان نمیگیم همشهریان همیهنانمون و کلمه اینشور به معنی تضمین کردنه اینشور چی؟ فریدم آزادی فری Free, آزاد فریدم حالت اسمیش هست به معنی آزادی We We fought the war to ensure freedom for our countries سیتیزنز جمله قشنگی از اینکه اشتباه هم رو به بپذیرم متنفرم اما میدونم که کار درست برای انجام دادن همینه I hate to admit my mistakes but I know it is the right thing to do I hate to admit my mistakes admit یعنی پذیرفتن I hate to admit یعنی از اینکه بپذیرم متنفرم But I know it is the right thing to do. اما می که کار درست همینه. من معمولا یک قهوه در روز می نوشم. دیروز دو تا قهوه خوردم. Yeah. I usually drink one coffee per day. Yesterday I drank two coffees. I usually drink one coffee per day. Yesterday I drank two coffees. جمله بعد اگه عاقلانه پولت رو سرمایه گذاری کنی میتونی زودتر بازنشست بشی دقت کن If you invest your money wisely you can retire early دو تا اینجا قید داریم wisely عاقلانه early زودتر If you invest سرمایه گذاری کردن invest سرمایه گذاری investment If you invest your money wisely you can retire early کانر موهای بلوند داره الان اما قبلا قهوه‌ای بود موهاش کانر has blond hair now but it used to be brown اینجا it used to be یعنی بود دیگه نیست used to be بوده ولی دیگه الان چی بلوند نیست اه. چی بوده قبلا قهوه‌ای بوده الان دیگه قهوه‌ای نیست but it used to be brown اما قبلا قهوه بود کانر has blond hair now but used brown. مامانش خیلی پول در میاره پس مالیات زیادی پرداخت میکنه His makes a lot money so pays a makes a lot money so جمله بعد خواهرم و شوهرش دیگه اینجا زندگی نمیکنن اونا به پورتلند رفتن یعنی این در واقع اسباب کشی کردن My sister and her husband no longer live here. They moved to Portland. My sister and her husband no longer live here. They moved to Portland. پس ما وقتی که میخوایم بگیم طرف از یه جای رفته بارو بندیلش رو بسته و رفته جای دیگه میگیم move. They moved to Portland. دهنم بعد از ارائه سخنرانی یک ساعته خوش شده. دقت کن. میگم My mouth is dry after delivering an hour long speech. وقتی میگیم an hour long speech یعنی یک سخنرانی یک ساعته. Hour long یک ساعته. Deliver deliver به معنی ارائه دادن ما برای speech به معنی سخنرانی از deliver میتونیم استفاده کنیم My mouth is dry after delivering an hour long speech سوفیا به ساحل نمیاد اون پاش و شکسته توی انگلیسی بچه ها نمیگن پاش شکسته میگن طرف خودش پاش و خودش پاش و شکسته اوکی okay, دقت کن میگن Sophia's not coming to the beach. She fractured her leg. Fracture همون در واقع broke هست. Break. Break به معنی شکستن. She fractured her leg. حالا میتونه مثلا این شکستنه مو برداشته باشه. میتونه واقعا شکسته باشه. این دیگه بستگی داره دیگه حالا هر دوتا هر دوتا معنی رو میتونه بده اما نکته که هست اینه که تو فارسی ما میگیم پام شکسته یعنی یه جورایی انگار میگیم که خودش شکسته ولی تو انگلیسی اینجوری نیست جالبه میگن خود طرف پاشو زده شکسته ها. نمیاد به صورت مجهول استفاده بکنه اگه میخواست مثل فارسی بگه بعد میگفت مثلا هر لگ is fractured یعنی پاش شکسته اما اونا اینجوری نمیگن کاملا جمله رو به صورت معلوم میگن she fractured her leg یعنی زده پاشو شکونده یا مثلا دستش she fractured her hand یا she broke her hand رو زده شکونده دسترسی به منابع مقرون به صرفه یادگیری زبان مسئله مهمیه Access to affordable language learning resources is an important issue. Access to affordable affordable یعنی مقرون به صرفه. Affordable language learning resources is an important issue. مسئله مهم important issue. چون همسایم یه مهمونی پر سر و صدا برگزار کرده بود من خوابم نبرد. نتونستم بخوابم. Because my neighbor threw a loud party, I was not able to fall asleep. بچه ها ما برای پاری برای تولد و جشن و مهمونی از throw, throw استفاده میکنیم. ببنید برگزار کرد. اینجا گذشته شده through. Because my neighbor threw a loud party. یعنی یک جشن یک مهمونی پر سر و صدا. I was not able to fall asleep. من نتونستم بخوابم. خوابم نبرد. Fall asleep یعنی خواب رفتن به خواب رفتن چون همین حالا دو تا لیوان شراب نوشیدم نمیتونم رانندگی کنم Because I just drank two glasses of wine I'm unable to drive Because I just drank two glasses of wine بچه اینجا just معنی همین حالا میده همین الان چند لحظه پیش Because I just drank two glasses of wine I'm unable to drive اونا آرزوی داشتن خونه بیرون شهر و حساب بانکی پر از پول رو دارن خب اینه که همه آرزوشو دارن They desire a house in the suburbs and a bank account full of money They desire یعنی خواستن آرزو داشتن They desire a house in the suburbs در هومه شهر در اطراف شهر بیرون شهر مثلا از روی توی دشت و جنگل و این چیزاست And a bank account full of money و یک حساب بانکی پر از پول سعی کردم تا میشه در طول سخنرانی خسته کننده تمرکز کنم I tried as hard as I could. ببین من سعی کردم به سختی ها، به سختی تونستم. I tried as hard as I could to focus during the boring lecture. to focus during the boring lecture که تمرکز کنم در طول the boring lecture یعنی سخنرانی خسته کننده. I tried as hard as I could to focus during the boring lecture. چون هدفون توی گوشم بود توی کتابخونه با صدای خیلی بلند حرف زدم Because I was wearing headphones I talked too loudly in the library Because I was wearing headphones دقیقا وقتی میخوای بگی من یه چیزی در گوشم بوده پوشیده بودم از عبارت was wearing I was wearing a t-shirt من یه تیشرت تنم بوده. خب؟ اینجا میگه هدفون توی گوشم بوده. هدفون تو سرم بوده. I was wearing headphones. I talked too loudly in the library. خیلی با صدای بلند. وقتی میگیم too loudly یعنی بسیار بلند. نظر من اینه که ما باید هزینه بیشتری برای آموزش و پرورش بدیم. دقت کن. My opinion is that we should spend more money on education. My opinion is that we should spend more money on education. خب. My opinion is that we should spend more money on education. Education یعنی آموزش و پرورش. خب امیدوارم که از این چهل تا جمله لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. بچه حتماً حتما این جملات رو توی دفتری یادداشت بکنید باشون جمله سازی بکنید عبارت هاش رو کلماتش رو باش تمرین بکنید میتونید جملات رو تغییر بدید طبق حالا میل خودتون و طبق اون موضوعی که دوست دارین در موردش صحبت کنین خلاصه باید درگیر بشین دیگه حتما واسه کامنت بذارین نظرتون رو در مورد این ویدیو واسه هم بنویسید و لطفا ویدیو رو هم لایک بکنید و اگه تا الان سابسکرایب نکردین دکمه سابسکرایب رو همین الان بزن روش تا ویدیوهای دیگر رو از دست ندید دوستتون دارم تا ویدیو بعد خدا نگهدار